خب برای تعویض روغن چرخمون وقتی که به این شکل میشه تیره میشه که مشخصه که این روغن دیگه کارایی برای ما نداره و باید تعویض بشه. برای تعویض چرخ رو میخوابونیم روی سطح میزتون و این قسمت داخل روغن. ببینید یه دونه پیچ آهن رو بایی میبینید؟ دقیقا میچسبه بهش جز پیچ گوشتی شما. این پیچ یه شیاره داره، این شیار رو با پیچ گوشتی شما بازش که بکنید، فقط قبل از باز کردن یه ظرفی زیر این قسمت بگیرید. ببینید این قسمت قسمتی که پیچ شما باز میکنید و از این قسمت روغن شما میاد بیرون، پس اینجا باید یه محفظه یه چیزی بذارید به این شکل که روغن روی سطح زمین نریزه. این پیچ رو شلش میکنیم، بازش میکنیم، تمام داخل این روغن تخلیه میشه. با دستمال کاغذی یه کهنه که به دردتون نمیخوره داخل این محفظه رو تمیزش میکنید و بعد پیچ رو سفتش میکنید. وقتی که تخلیه کامل انجام شد، پیچ رو که سفتش کردید، دوباره یه لیتر روغن کامل میریزه داخل این محفظه و این تعویض روغن چرخ راست دوز شما میشه. به همین راحتی که خودتون داخل منزل میتونید این کار رو انجام بدید و هیچ کار سختی نیست. اگر چیزی مثل این قسمت میبینید، اگر چیزایی حالا اومده تو این قسمت، اینا رو هم تمیز میکنید. حالا سر نخی چیزی اومده، اینا رو همه رو تمیزشون بکنید و دیگه راحت این قسمت رو، این قسمت هم که دیگه راحت میتونید دستمال بکشید، اضافه ها، پرس ها، کلکا رو به این شکل راحت میتونید ببینید تمیزشون میکنید. زمانی که میخواین روغن چرختون رو عوض کنید، ببینید به این شکل تمیز میشه. گوشه های اینجا هم به همین شکل با یه دستمال کاغذی یا حالا یه دستمالی که جز باشه راحت این قسمت ها هم تمیزشون میکنید. این باز کردن پیچ میشه که وقتی کامل شما این پیچ رو بازش کنید، کامل از دو قسمت خودش در میاد. ببینید به این شکل در میاد از قسمت، چون پیچ کاملا آهن رباییه. میبینید یه پیچ و یه واشر کنار پیچ اینجا هست که شما دوباره بعد از اینکه خواستین کارتون رو انجام بدید واشر رو میذارید و پیچ هم دوباره میذارید وسط واشر و میبندیدش. میبینید از این قسمت روغن سوخته یا روغن خراب شما تخلیه میشه کامل. خب داخل این قسمت رو شما کامل، این چیزایی که مونده کامل با یه دستمال باید تمیزش کنه. این قسمت روغنای سوخته شماست که باید با یه دستمال کامل تمیز بشه، حالا یا باز با دستمال حله یا کاغذی یا اینکه با یه پارچه تمیز بکنیم. ببینید من این قسمت رو، ببینید اینا روغن سوخته هاییه که باید از توی این محفظه کامل تمیز بشه. میبینید به این شکل رو تمیز میکنه شما. خب ببینید این روغن، روغنی که سوخته است و این روغن، روغن نو تازه است. ببینید تفاوت رنگشو. این هم داخل قسمت محفظمون که کامل تمیز کردیم، پیچو بستیمش، صفر شد و همه رو تمیز کردیم. این چرخ دو جاش روغن کاری میخواد، یکی این قسمت روغن کاری میخواد که بستگی به دوخت شما داره. مثلا اگر شما حداقل در ماه 30 دست لباس میدوزید، شما باید هر 6 ماه یه بار این روغن رو عوض کنید. حالا دیگه با همین حد محاسبه کنید که ببینید به چه صورت میشه. و این قسمت داخل ماکو، داخل ماکو وقت ماکو رو شما در میارید، صبح به صبح یه قطره روغن این قسمت بچه کنید، خلاص بذارید کار کنه و بعد ماکوتون و ماسورتون رو جا بزنید. همین دو قسمت فقط روغن کاری میخواد، این چه دیگه هیچ جای روغن کاری نمیخواد. من الان این روغن رو میریزم داخل محفظه. ببینید یه لیتر روغن کامل میخواد. این روغن تمیز، زلال و تفاوتش حالا با روغن قبلی.
شما دیگه در این حد میدونید که چرختون روغنکاریش انجام شده. بعد آروم چرخ رو برش میگردونی و میذاری میشین. این که میگن هر دفعه قسمت رو باز کنید یا این پیچ رو باز کنید یکم روغن بریزه سر چرختون، این کار درستی نیست، چون اون فیلتری که این روغن رو میخواد ببره بالا، اگر این کثیفی تمیز نشه داخل این، به مرور فیلتر چرختون، فیلتر روغن کش چرختون خراب میکنید اگر از این بالا هر دفعه بخواید روغن سرریز کنید و اضافه کنید. امیدوارم که مورد قبولتون بوده باشه و بتونید ازش استفاده لازم رو ببرید.